تعطیل شدن مکاتب دولتی به مناسبت‌های گوناگون در جریان سال تعلیمی روان سبب مختل شدن روند تدریس دانش آموزان شده است. مسئولان ریاست معارف را تاکید می‌کنند که تعطیلی مکتب‌های دولتی باعث شده آموزگاران نتوانند به گونه درست برنامه درسیشان را اجرا کنند. از سوی هم فعالان مدنی حکومت را به سیاسی سازی معارف متهم می‌کنند. حسین خواب شرح بیشتر این خبر. وزارت معارف با صدور اعلامیه‌ای تمامی مکتب‌های دولتی در سراسر کشور را به خاطر برگزاری انتخابات تعطیل کرده است، در حالی که در جریان سال تعلیمی روان مکتب‌های دولتی به مناسبت‌های گوناگون چندین بار دیگر نیز تعطیل شده بود. در تمام دنیا اگر آموزش پرورش یا معارف تعطیل میشه، پارلمان تصمیم میگیره که یک روز تعطیل بشه. در غیر از او اینجا وزارت معارف اعلام میکنه که با تفاهم با کمیسیون انتخابات مکاتب را تعطیل کردیم. متاسفانه بزرگترین ضربه برای شاگردان از این مرز بوم. فعالان مدنی تاکید دارند حکومت نباید معارف و نهادهای علمی و آموزشی را درگیر مسائل سیاسی و انتخاباتی کند. به باور آنان استفاده از تأسیسات معارف مانند مکتب ها به عنوان مراکز رایدهی سبب مختل شدن روند تدریس دانش آموزان می شود. به خاطر مسائل گرما و سرما هم می بینیم که مکاتب رخصت می شود و واقعا این سیاست درستی نیست و باعث از این می شود که متاسفانه قشر دانش آموز این مملکت از یک سال تحصیلی بی بهره بماند. از سوی هم مسئولان ریاست معارف هرات تایید می کنند که تعطیلی پیهم مکتب های دولتی در جریان سال روان تعلیمی باعث شده آموزگاران نتوانند به گونه درست برنامه درسیشان را اجرا کنند و این مسئله مشکلاتی را برای معارف به میان آورده است. متاسفانه در افغانستان علمی رخصتی های بیمورد بسیار زیاد هست و این باعث وقفه های تعلیمی میشه و پروسه آموزش دوچار مشکل میکنه، به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که نصاب تعلیمی خود به وقت و زمان تکمیل بکنیم. این در حالی است که در زمان ثبت نام رای دهندگان انتخابات نیز شماری از مکتب های دولتی به عنوان مراکز ثبت نام استفاده شد و در روز برگزاری انتخابات پیشرو نیز مکتب ها به عنوان مراکز رای دهی استفاده خواهد شد.